معاون رئیس کمیسیون علوم آموزش و فرهنگ شورای فدراسیون روسیه اظهار کرد غذای حلال در تغذیه دانش آموزان گنجانده می شود ویکتور اسمیرنف معاون رئیس کمیسیون علوم آموزش و فرهنگ شورای فدراسیون روسیه در سخنانی مدعی شد اینکه ما در مدرسه سکولار نمی قوانین شرعی و مطالبات سایر ادیان را رعایت کنیم یک امر طبیعی است وی ادامه داد با این وجود اگر تعداد چنین دانش آموزانی به حد اکثر برسد هنگام تدوین فهرست غذایی این موضوع را در نظر خواهیم گرفت در هر صورت به هیچ عنوان اصول تغذیه سالم و بالانس شده در قانون جدید تغذیه مجانی به دانش آموزان ابتدایی نقض نخواهد شد اسمیر نف در عین حال تاکید کرد که اگر تعداد دانش آموزانی که درخواست غذای حلال دارند به حد لازم برسد غذای حلال را در لیست غذاهای رایگان قرار خواهیم داد لازم به ذکر است اکثر شهروندان روسیه از چهار دین اصلی مسیحیت، اسلام، یهودیت و بودا پیروی می